درود بر شما. با 180 ثانیه پنجشنبه سوم مهر ماه ما رو همراهی کنید. سازمان گزارشگران بدون مرز امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواست بررسی طرح آزادی ستیزانه نمایندگان مجلس برای محدود کردن پیام‌رسان‌های اجتماعی را لغو کند. این سازمان بین‌المللی درباره این طرح که با عنوان ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و قرار است پس از تصویب در کمیسیون فرهنگی به صحنه علنی بیاید گفته این طرح سپردن مهار اینترنت در کشور به دست نظامیان است. پس از آنکه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران 18 فروردین ماه سال جاری با درخواست اضطراری دولت برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا موافقت کرد، وزیر بهداشت امروز از دریافت سهم کوچکی از آن خبر داده و یک مقام سازمان برنامه و بودجه نیز گفته ارز صندوق توسعه ملی در دسترس نیست. سعید نمکی اعلام کرده نمی‌داند بودجه مبارزه با کرونا را برای هزینه در کدام کار مهمتر گذاشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران انتقادهای شماری از کشورهای اروپایی از وضعیت حقوق بشر در ایران و بازداشت شهروندان دو تابعیتی را دخالت در امور داخلی ایران خواند. اظهارات وی پس از آن بیان می‌شود که بریتانیا، آلمان و فرانسه در اقدامی هماهنگ سفرای ایران در لندن، برلین و پاریس را در اعتراض به بازداشت شهروندان این کشورها و نحوه رفتار با زندانیان سیاسی احضار کردند. در حالی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره بر افزایش شمار فرزندان و ازدواج جوانان تاکید کرده است، مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت تعداد ولادت‌های ثبت شده طی 5 ماهه سال جاری نسبت به موارد ثبت شده مدت مشابه سال 98 6.9% کاهش دارد. همچنین تعداد طلاق‌های ثبت شده استان تهران در این بازه زمانی بیش از 10% رشد کرده است. بر اساس تحقیقی که روز پنجشنبه توسط یک اندیشکده استرالیایی ارائه شد، شبکه بازداشتگاه‌های چین در منطقه مسلمان نشین سینکیانگ در سال‌های اخیر گسترش یافته و بسیار بزرگتر از آن است که در گذشته تصور می‌شد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا اعلام کرد که بیش از 380 بازداشتگاه مشکوک را در این منطقه در شمال غرب چین شناسایی کرده که در آنها بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر ساکنان مسلمان منطقه در بازداشت نگه داشته می شوند.